ابتدا پروژه خط آینه و اکساگون، بعدش هم پروژه دایره دبی، حالا هم یه مکعب غول‌پیکر. اوایل امسال عربستان سعودی آخرین پروژهش رو اعلام کرد. مکعب. این مکعب به قدری بزرگه که میتونه 20 ساختمون امپایر استیت نیویورک که یکی از بزرگترین آسمون خراش هاست رو در داخل خودش جا بده. عربستان سعودی اون رو به عنوان دروازه‌ای به دنیای دیگه با گنبدی هولوگرافیک توصیف کرد که بازدید کنندگان رو به سیارات دیگه و جهانهای جادویی میبره. اما آیا این فقط یک شو بازاریابی برای جلب توجه مردم به سوی عربستانه یا اینکه مکعب واقعا ساخته خواهد شد؟ و اگر درسته چه زمانی برای عموم باز میشه؟ تو این ویدیو همه چیزهایی رو که تا کنون میدونیم با هم بررسی میکنیم. پس تا انتهای این ویدیو جذاب با ما همراه باشید. نئوم. عربستان سعودی کشوری ثروتمند در قلب خاورمیانه است که به خاطر ذخایر نفتی بزرگش شناخته شده است. اما دقیقاً همین نفته که عربستان سعودی میخواد کمتر به اون وابسته بشه و روز به روز فاصله خودش رو از اون بیشتر میکنه. به همین دلیله که اونا شروع به اعلام و ساخت ابر پروژه های عظیم تحت شعار چشمنداز BC کردن تا آروم آروم اقتصادشون رو از نفت دور کنن و به سمت گردشگری سوق بدن. بزرگترین این پروژه ها نئومه، یک پروژه بزرگ 1 تریلیون دلاری که شامل یک شهر خطی به طول 170 کیلومتر، یک شهر بندری شناور به نام اوکتاگون و یک پیست اسکی بزرگ در صحرای عربستان به نام تروجینا است. قبلا در بعضی از ویدیوهای قبلیمون در مورد نئوم صحبت کردیم که براتون لینکشو در انتهای همین ویدیو میذارم. اما در چند هفته اخیر بروزرسانی‌های مهمی در مورد این پروژه ها صورت گرفته. در اوایل امسال مدیر عامل نئوم اعلام کرده که زیرساخت‌های کل شهر در حال حاضر 20% تکمیل شده. عربستان سعودی همچنین با بعضی از شرکت‌های بزرگ از جمله اوراکل و انویدیا همکاری کرده که به راه اندازی فناوری هوش مصنوعی نئوم در سطح شهر کمک بکنه. اگر فکر می‌کنید این سه تا پروژه کافی نیست، بهتره بدونید که پروژه چهارمی هم از راه رسیده. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو با لایک ها و کامنت هاتون حمایت کنید. به مربع خوش اومدید. این مکعب جدیدترین افزوده شده به چشمانداز BC عربستان سعودیه. در چند ماه گذشته توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. اما عربستان سعودی نمیخواد از شهرهای بزرگ دیگه پادشاهی غافل بشه. به همین دلیله که مربع رو در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی میسازه. ریاض در حال حاضر شهری که به سرعت در حال رشده. 50 سال پیش شهری با کمتر از 500,000 نفر جمعیت بود. اما حالا بیش از 7 میلیون نفر ساکن داره. مربع ریاض رو به سطح رشد دیگه‌ای میرسونه. بیش از 80 مکان تفریحی به این شهر اضافه میشه. چندین مسیر پیاده روی، یک موزه بزرگ و در مرکز همه اون یه مکعب عظیم. به نظر میرسه ساخت اشکال هندسی ساده در مقیاس جنون‌آمیز موضوعی برای کلان پروژه‌های عربستان سعودی پس از خط آینه و اکساگون باشه. مکعب به عنوان چهره جدید ریاض توصیف شده. نمای بیرونی مکعب از معماری نجدی الهام گرفته شده. سبک سنتی که صدها ساله توسط مردم عربستان سعودی استفاده میشه. مقیاس این مکعب واقعا نفسگیره. با 400 متر ارتفاع یکی از بلندترین آسمون خراش ها محسوب میشه. برخلاف آسمون خراش های دیگه، مکعب 400 متر هم عرض داره و کاملا بر خط افق تسلط داره. برای اینکه بتونید بزرگی این مکعب رو تصور کنید، میتونم بهتون بگم که توی این مکعب میتونید 20 ساختمون امپایر استیت رو قرار بدید. این ساختمون ساختمون‌های مکعبی شکل دیگه موجود در جهان رو کوچیک میکنه. به عنوان مثال مکعب برلین یک بلوک اداری بزرگ در آلمانه، اما ارتفاع اون فقط 40 متره. شما میتونید 1000 تا از اینا رو در داخل مکعب عربستانی قرار بدید. از نظر حجم خالص این مکعب میتونه به بزرگترین سازه روی زمین تبدیل بشه و به راحتی میتونه رکورددار فعلی یعنی کارخونه بوئینگ اورت در واشنگتن آمریکا رو شکست بده. در واقع اونقدر بزرگه که کارخونه بوئینگ میتونه تقریبا 5 بار در مکعب جا بشه. اما این همه فضا برای چه چیزی استفاده خواهد شد؟ پا گذاشتن در داخل مکعب به معنای ورود به یک دنیای دیگه است. یک گنبد عظیم بر بالای سر بازدید کنندگان وجود خواهد داشت که واقعیت‌های مجازی مختلف رو به نمایش میذاره.
این تصاویر هولوگرافیک قرار این حس رو به بازدید کنندگان مکعب القا کنه که در دنیای دیگه ایان. در یک ثانیه میتونید در اعماق اقیانوس باشید، در حالی که در لحظه دیگه در سطح مریخ یا در یک دنیای فانتزی جادویی باشید. در مرکز گنبد یک برج مارپیچی قرار داره که تقریبا شبیه به یه لونه مورچه یا قارچی شکله که از کف مکعب به سمت پشتبان بالا میره. این برج به عنوان یه مقصد برتر برای گردشگران در سراسر جهان خواهد بود. این برج شامل هتل‌های متعدد، رستوران، سینما و سالن‌های تئاتر و موسیقی و سکوهای رصدخانه است. این برج گنبد توسط یک مکعب عظیم محصور خواهند شد. چهارگوشه مکعب هم امکاناتی داره که در برج‌های آسمون خراش قرار داره. قسمت بالای این برج‌ها برای نگهداری دریاچه‌ها، چمنزارها و درختان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طراحی مکعب. به نظرتون چرا مکعب مکعبی شکله؟ به گفته طراحان مکعب، طراحی مکعبی شکل کارآمدترین شکل برای تطبیق با تمام فناوری‌های پیشرفته است که قرار این بنای عظیم رو پشتیبانی کنه. نحوه نمایش دنیای مجازی هنوز به صورت کامل مشخص نیست، اما این فناوری باید در فضای بین گنبد و مکعب بیرونی مخفی بشه. بین گنبد و پوسته مکعب همچنین باید مجموعه محکم از تیرچه‌ها و تیرها وجود داشته باشه تا باغچه‌ها رو در بالای مکعب نگه داره. همچنین برج‌های آسمون خراش مانند در هر گوشه مکعب به پشتیبانی این سازه کمک خواهند کرد. طراحی مکعبی شکل قرار مکعب رو نمادین تر کنه. مکعب به ریاض یک نقطه عطف منحصر به فرد میبخشه که شهر رو فوراً در بین سایر شهرهای بزرگ جهان قابل تشخیص میکنه. مثل برج ایفل در پاریس یا مجسمه آزادی در نیویورک که این شهرها رو متمایز از بقیه شهرهای جهان کرده. بهتره بگیم هر وقت کسی عکسی از مکعب رو ببینه فوراً به ریاض فکر میکنه. بعضی میگن شباهت زیادی به کعبه داره. آیا واقعاً مکعب ساخته خواهد شد؟ ساخت و ساز هنوز شروع نشده، اما در تئوری در چند ماه آینده آغاز خواهد شد. عربستان سعودی قول داده که این پروژه در سال 2030 مثل بقیه پروژه های ویژن 2030 از جمله خط آینه، اوکساگون و تروجینا به روی عموم باز خواهد شد. در مقایسه با خط آینه این پروژه احتمالاً آسون تره. با این وجود این پروژه همچنان بزرگترین پروژه بزرگیه که تاکنون ساخته شده. به همین دلیل که پیشبینی نتیجه اون دشوار. پس بیاید اون رو به 3 سناریو مختلف تقسیم کنیم. اولین سناریویی که عربستان سعودی احتمالاً بیشترین لذت رو خواهد برد اینه که ساخت مکعب در ماهای آینده آغاز بشه و مکعب 400 متری تا سال 2030 دقیقاً همونطور که اعلام کردن به پایان برسه. ریاض نماد جدید خودش رو میسازه و به آرومی گردشگران بیشتری رو از سراسر جهان جذب میکنه تا به یکی از پربازدیدترین مکانهای روی زمین تبدیل بشه. اما سناریوی دوم، سناریوی دوم اینه که کارشناسان مالی در حال حاضر در مورد امکان سنجی این پروژه تردید دارن. اونا نمیدونن که عربستان سعودی از کجا پول برای ساخت یک پروژه بزرگ بلند پروازانه دیگه پیدا میکنه. پس فکر میکنن که شاید این سازه در ابعاد کوچیکتر ساخته بشه. شاید این مکعب روزی ساخته بشه اما به شکلی کوچیکتر. میشه اندازه اون رو کاهش داد. به طور مثال از 400 متر به 200 متر یا کمتر رسون. با این ابعاد هم همچنان بزرگترین ساختمان مکعبی شکل در جهان خواهد بود و همچنین منظره چشمگیر برای دیدن داره. در مقایسه با طرح‌های فعلی نامید کننده خواهد بود، اما مطمئناً بهتر از هیچیه. غیر ممکنه که بدونیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. و اما سناریو سوم، سناریو سوم اینه که عربستان کلاً بیخیال این پروژه بشه و به دست فراموشی سپرده بشه. همه اینها رو زمان مشخص خواهد کرد. خب نظر شما در مورد این پروژه بزرگ چیه؟ به نظرتون این پروژه عملی میشه؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت ها به همون بگید. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید.